میشه در مقابل خون شهدای قیام ایران خاموش نشست؟ بگی میشه در مقابل خون 120 هزار شهید سکوت کرد و به این رژیم پلید تن داد؟ ستاره خونین 35 از جاودان فروغ‌های اشرف، قهرمان خلق بهمن عتیقی بود که ظهر روز 3 اردیبهشت 90 در بیمارستان شهر بعقوبه به شهادت رسید. وقتی شلیک میکردم به بچه ها گفتم که داره تیر مستقیم میزنه به خوابین زمین که اینا رگبار بستن، از عقب به سمت پشت راننده خود که بهمن بود و صدای آخ بهمن در اومد. من به قصد با نسیستی آیفا بودن، رفتم برای آوردن مجبور یه دوده با آیفا شده. الان سوار ماشین شدم رفتم مجروحی رو میارم، آخرین چیز بودم یه تعدادی دارم بچه ها مجروح میارم، بوده 5-6 متری پشت سرشون هم یه تعدادی هستن برای دارم میزنم که سعی رفتم ماشین رو تا چرخونده شروع کردم مثلا ماشین چلیک کردم که راننده ماشینم خورد تو کمرش و
درست کن تو نخواهش و از کار افتن. هفتش ده نفر از هر طرف داشتن میزدن. راننده ماشین بهمن عتیقی بود من که کمرش تیر خورده تو کمر، کاملا معلوم بود تیر خورده تو نخواهش، ولی باز بیل نمی کردن، همینجا با چوب میزدن تو بدنش، وسط پاش بیهست و باید با هم پای بیهست و چوب میزدن. از لحظه که اومد توی اتاق به طور مستمر درد میکشید، ولی رسیدگی بهش به خصوص زدن آمپول مسکن یا قرصای مسکن بهش خیلی کم بود. روز قبل از اینکه من از بیمارستان بیام آمریکایی‌ها برای بازدید اومده بودن. من اونجا بهشون گفتم، برادران دیگه منم بهشون تاکید کردن که این مریض حالش خرابه، اگه بهش رسیدگی نشه و از اینجا خارج نشه احتمال از دست رفتنش هست، ولی اونها گوش ندادن و همینجوری بل کردن رفتن. من مجاهد خلق بهمن عتیقی حاضر حاضر حاضر. مجاهد شهید بهمن عتیقی، تولد 1 اردیبهشت 1352، مندر ماهشهر، سال پیوستن به ارتش آزادی 23 خرداد 76. مجاهد قهرمان بهمن عتیقی، زاده دلیر مردم ماهشهر، فرزند مردم محروم و زحمتکش جنوب، از جوانان خوشحوری بود که پس از چشیدن طعم رنج و مشاهده دردهای خلقش در سال 76 به ارتش آزادی پیوست تا به عنوان یک رزمنده پرشور با قافله آزادی میهن در مسیر رهاندن وطن از چنگال ولایت پلید آخوندهای خونریز و مستبد همراه و همسفر شود. او آمد که وصل شود به دریای خروش و انقلاب. از سال 74 سازمان را شناختم، چون کم و بیش سیمای مقاومت را می گرفتم. در تاریخ 23 خرداد ماه 76 از ماهشهر همراه با 2-3 نفر از دوستانم به آبادان رفتیم. از مرز گذشتیم و به مجاهدین وصل شدیم. یک همرزمش که از کودکی با او همراه بوده و با هم به سمت اشرف حرکت کردن، لحظه انتخاب بهمن برای اشرفی شدن را اینطور توصیف کرده است. وقتی به او گفته شد آیا حاضری به اشرف و به مجاهدین بپیوندی، بدون مکث گفت آری و با جان و دل پذیرفت. روز جمعه 22 خرداد 76 ساعت 8:30 یا 9 صبح بود که مادرم گفت بهمن و رسول، مجاهد شهید رسول قنواتی، با تو کار دارد. وقتی آمدم اول بهمن را دیدم. به محض اینکه مرا دید حتی سلام نکرد و بلافاصله گفت کی حرکت میکنی؟ در لحظه مکث کردم که ببینم واکنش او چیست. بعد گفتم وقت زیاد داری. بهمن گفت من از دیشب خوابم نبرد. وقتی که شنیدم میتوانم به اشرف بروم، انگار دنیا را بهم دادند. او خیلی خوشحال بود، مثل پرنده‌ای که از قفس آزادش کرده باشند. هنوز برق چشمانش در خاطرم نقش بسته. به او گفتم میدانی کجا داریم میریم؟ گفت آره، آنجایی که سالیان آرزویش را داشتم.
بهمن همانقدر که به مجاهدین و به آزادی مردمش عشق می‌ورزید، نسبت به نظام ننگین ولایت فقیه و خمینی خوناشام خشمگین و پرکینه بود. همان همرزم همراهش در این مورد اینطور نوشته: یک روز به من گفت شیرین ترین لحظه زندگیم وقتی بود که نوشتم مرگ بر خمینی، چون مسبب تمام بدبختی های مردم همین حیوان یعنی خمینی درنده و کثیف است. او به راستی تمام رذایل هستی را در روح پلید خمینی می دید و نام خمینی برایش تجسم درد و رنج یک خلقه در زنجیر بود. اون سال 1980 بود که رفتیم پیش برادر خواهر بودم، سوگند به عضویت خوردیم که الان بچه ها می گفتن لحظایشون هم وقتی که رفتن پیش رنجه. من خواستم همین رو بگم، وقتی که رفتم برگم که تحلیل دادم داشتم این سوگند رو بردم، بعدش خواهر مریم ایستاده بود، فرم چند اومدترم برادر ایستاده بود با بچه رو صحبت میکردم که وقتی پیش خواهر مریم رفتم پویش دعوا دارم زر این موضوع بیستم، بعد پیش برادرم که رفتم بهش گفتم که میخوام که ازا حامل ارتشای مجاهدی بشم، بتونم اونا رو توی خودم یهدیا بکنم و گفتم که تا آخرش بایدی نیچه هستم و هیچ وقت ازش کتاب نگیم این ارتشایی که راحت به دست نیه بردم. شور تبدیل شدن به مجاهدی پرتوان، بهمن فروتن و خاکی را سرشار از عشق به مردم و پر از احساس رهایی کرد. برای چندمین و چندمین بار، منتی که سازمانم بر سرم گذاشت و من را لایق این جنگ دانست خدا را شکر می‌کنم و با تمام وجود و از روی اوج و قله مجاهدت و خوشحالی تمام انتخاب میکنم که در رکاب رهبری آرمانی و عقیدتی خودم، برادر مسعود و خواهر مریم، برای محقق کردن این ایدئولوژی پاک که از برادر نشأت گرفته بجنگم و اثبات کنم که وقتی نشانم کرد و جنگ را در درونم بنیان گذاشت، دیگر در این راه مانعی جلو دارم نخواهد بود و به همین جنگ زنده‌ام و تا آخر پایداری خواهم کرد، چرا که تا به آخر مسیر روشن است و شرف مجاهدی من در این است که از هر جنگی تا آخرین نفس و قطره خون با روی گشاده استقبال کنم و خواهان آن باشم. و دیگر هیهات. بهمن عتیقی، 21 فروردین 88. من یکی از 18 مجاهدی بود که در صحنه مجروح و بیهوش و توسط وحوش عراقی به گروگان گرفته شدند، اما زخم او به قدری شدید بود که ناگزیر او را به بیمارستان بعقوب فرستادند. گلوله به ستون فقرات خورده و نخا را قطع و
و وارد شکم شده بود. پس از چند عمل جراحی دچار تشنجات شدید شد. علاوه بر این در اثر ضربات پسرخوانده ولی فقیه ارتجاع در عراق احتمال مننژیت می رفت. آنگاه لخته‌های خون در عروق پا بر وخامت حالش افزود و سرانجام به گفته پزشکان در اثر آمبولیاری جان سپرد. در سرزمین من بهمن نام فرشته ایست تسکین قهر و درد. در سرزمین من بهمن یادآور درخشش خلقی است آتشین. در زمهریر سخت زمستان در سرزمین من بهمن نام مجاهدیست اسطوراش فراتر از آرش آوازش رساتر از داستان سرخ سیاوش. در سرزمین من بهمن بی تردید سرخی خون مجاهد قهرمان بهمن عتیقی پرچم هیهات اشرفیان را در جنگ صد برابر گلگونتر و عزم فرزندان ایران را برای سرنگونی رژیم پلید ولایت فقیه حد اکثر خواهد کرد. ای مجاهدان، ای مبارزان، خلق رحمت.